بسم الله الرحمن الرحیم. تایروئید و داروهای ضد تایروئیدی، فصل 38، صفحه 142. فیزیولوژی تایروئید. غده تایروئید طبیعی به مقدار کافی هورمون‌های تیری آیودوتایرونین تیتیری و تترا آیودوتایرونین یا T4 که اسم دیگرش میشه تایروکسین را ترشح می‌کنند. پس تیری آیودوتایرونین و تترا آیودوتایرونین T4 و تیتیری که به T4 میگیم تایروکسین هم میگیم، که این هورمون‌ها موجب حفظ رشد و نمو، حفظ دمای طبیعی بدن و سطح طبیعی انرژی می‌گردند. ماژیک من کو؟ نگو موجب حفظ رشد و نمو، حفظ دمای طبیعی بدن و سطح طبیعی انرژی می‌گردند. این هورمون‌ها به ترتیب حاوی 59% و 65% یود میشه، یعنی تی 59%، T4 65% آیود داره، آیودین که به عنوان یک جزء اساسی مولکول آنها میباشد. کلسیتونین نوع دیگری از هورمون‌های تایروئیدی است که در تنظیم متابولیسم کلسیم اهمیت دارد و در فصل 42 شرح داده شده است. متابولیسم آیودین. تقریبا تمام آیوداید مصرفی از راه دستگاه گوارش، از طریق غذا، آب یا دارو وارد بدن می شود. مقدار مصرفی توصیه شده روزانه در بالغین 150 میکروگرم و 200 میکروگرم در طول بارداری می باشد. آیوداید خوراکی به سرعت جذب شده و وارد مخزن مایع خارج سلولی می شود. غده تایروئید روزانه در حدود 75 میکروگرم از این آیوداید را جهت ترشح هورمون برداشت می کند و معادل این مقدار از طریق ادراری دفع می گردد. اگر مقدار دوز مصرف افزایش یابد، نسبت برداشت یود توسط تایروئین کاهش می‌یابد. غده تایروئید روزانه در حدود 75 میکروگرم از این یود را جهت ترشح هورمون برداشت می‌کند و معادلش را دفع می‌کند. یعنی معادل 75 میکروگرم رو. به هر حال اگر مقدار دوز مصرفی افزایش یابد، نسبت برداشت یود توسط تایروئید کاهش می‌یابد. بایوسنتز هورمون‌های تایروئیدی. یودی که توسط تایروئید برداشت می‌شود، یک سری از واکنش‌های انزایمی را جهت تبدیل به هورمون‌های فعال تایروئیدی طی می‌کند. اولین قدم انتقال آیوداید به داخل غده تایروئید با به دام انداختن آیود یا آیوداید ترپینگ می باشد که از طریق یک پروتئین قشای پایه سلول فولیکولی به نام انتقال دهنده همزمان سدیم آیوداید یا سدیم آیوداید سیمپورتر صورت می گیرد. این امر ممکن است توسط آنیون هایی چون تایوسیاناید و تکتونیومیت و پرکلوریت مهار گردد. در قشای رأسی سلول، دومین انزایم ناقل آیوداید موسوم به پندرین جریان آیوداید را از خلال قشا تنظیم می کند. همچنین پندرین در حلزون گوش داخلی وجود دارد و اگر فردی به کمبود یا فقدان آن دچار شود، یک سندروم ناشنوایی و گواتر موسوم به سندروم پندرد پدید می آید. پس پندرین مسئول چیه؟ ناقل آیودایده، اوکی؟ که جریان آیوداید را از خلال قشا تنظیم میکنه و پندرین در حلزون گوش داخلی هم وجود داره و اگر فردی به کمبود یا فقدانش دچار بشه، هم ناشنوایی میگیره هم گواتر میگیره. اون وقت بهش میگن سندروم پندرد. یودایت سپس به وسیله پروکسیدیز تایروئیدی اکسید شده و به یود تبدیل می‌گردد. در این فرم به سرعت با ریشه های تایروزین در مولکول تایروگلوبولین ترکیب شده و مولکول های مونو آیودوتایروزین MIT و دی آیودوتایروزین یا DIT را به وجود می‌آورد. این فرایند عالی شدن آیوداید یا آیوداید ارگانیفیکیشن نامیده می‌شود. پروکسیدیز تایروئیدی به طور موقتی توسط سطوح بالای آیوداید داخل تایروئیدی بلوک می‌شود و توسط داروهای تایوآمیدی به طور پایدارتری بلوک می‌شود. دو مولکول DIT با مولکول تایروگلوبولین ترکیب شده و ال تایروکسین یا T4 را می‌سازند. یک مولکول MIT یعنی مونوآیودوتایروئین و یک مولکول دی آیودوتایروزین ترکیب شده و TTR را به وجود می‌آورند. پس دو تا DIT میشن T4. MIT یا DIT با هم میشن چی؟ TTR یا تیری آیودوتایرونین. علاوه بر تایروگلوبولین، پروتئین های دیگر موجود در غده تایروئید ممکن است با عنصر یود ترکیب شوند، ولی این یود و پروتئین ها فعالیت هورمونی ندارند. هورمون های تایروئیدی به وسیله اگزوسایتوزیز و پروتئولایزیز تایروگلوبولین در حاشیه رأسی کلوئیدی سلول ها از تایروگلوبولین آزاد می شوند. MIT و DIT یود خود را از دست میدن و این یود مجددا مورد استفاده غده قرار میگیرد. این فرایند پروتئولایز به وسیله مقادیر زیاد یوداید داخل تایروئیدی مهار میگردد. نسبت T4 به TTR در تایروگلوبولین حدود 5 به 1 است.
بنابراین بیشترین هورمونی که آزاد می شود تایروکسین است. قسمت اعظم TTV که در گردش خون یافت می شود از متابولیسم محیطی تایروکسین T4 به دست می آید. T4 تبدیل میشه به T3 دیگه. پس ببین اولین ترانسپورتر که آنیون ها میتونن نبلاک کنن، یعنی آنیون وارد بشه، آنیون منفی وارد بشه، یودید منفی وارد نشه میاد. بعد آیودید توسط پر اکسیدیز میشه یود، یعنی میشه یود اتمیک با عدد اکسیدش 0. بعد آیودید و تیو آماده و تیو آماید اینهیبیت میکنن، ولی خود آیودید یود عدد اکسیدش 0 یعنی اتم یود خونسا تبدیل به MIT DIT، بعد اینا با هم دیگه T3 و T4 همشون هم در پروتئینی به نام چی تایروگلوبولین هستن. حالا تایروگلوبولین یه پروتئینه، پس با پروتئولایزیس از بین میره گلوبولینش، میشه T3 و T4 وارد خون میشه، وارد پریفرال تیشو میشه و آخر سر T3 که تو خون میمونه، درسته؟ تو بافتا میمونه. گفته رادیو کانترست مدیا، بتا بلاکرها، کورتیکو استروئیدها و آمیودارون، اینا همه اینهیبیت میکنن که از T3 و T4 از پریفرال تیشو به T3 تبدیل نشن. خود آیودید اینهیبیت میکنه پروتئولایزا، آیودید و تیو آماید اینهیبیت میکنن که یود 0 نشه تایروگلوبولین. بعد گفته که این چیه؟ تایروکسین. اون که تو گوش گفت بود اسمش چی بود؟ پندرین. باعث پندرت میشه، سندرم پندرت. چون عکس نزده بود نه؟ نه. گفته که این 4 تا یود رو تایروزین. ببین این تا اینجا گلایسینه، درسته؟ بله. با میشه آلانین. فنیل آلانین با یه OH میشه تایروزین. تایروزینی که یه فنول دیگه بگیره با دو تا یود میشه تایروکسین یا تترا آیودو تایرونین. این تیری آیودو تایرونین یا تیتیریه گفته 3 و 5 جز تیری پریم تیری یودو تایرونین و این تیتیریه ریورسه. تیتیریه ریورس به جای که یودش اینجا باشه ببین اینجاست، میبینی؟ تیتیریه ریورس. گفته که دی آیودینیشن انجام میگیره رو تایروکسین اگر تیتیری باشه اکتیوه، اگر ریورس تیتیری باشه این اکتیوه، میبینی؟ بعد گفته این اکتیویشن تایروکسین با دی آمینیشن، دکربوکسیلیشن، کانجوگیشن، مثلا گلوکورونیدیشن یا سولفیشن. انتقال هورمون های تایرویدی T3 و T4 در پلاسما به صورت قابل برگشت به پروتئین و عمدتا به گلوبولین اتصالی تایروکسین، یعنی تایرو TBG به گلوبولین اتصالی تایروکسین یا تایروکسین بیندینگ گلوبولین متصل می شوند. پس T3 و T4 میان تو پلاسما به صورت قابل برگشت به پروتئین و عمدتا به کدوم پروتئین؟ به تایروکسین بیندینگ گلوبولین متصل می شوند. حدود 0.04% از تمام T4 ها و 0.4% از تیتیری ها به صورت آزاد در گردش خون وجود دارن. بسیار از حالات فیزیولوژیک و پاتولوژیک و داروها بر روی T4 و تیتیری و انتقال تایرویدی اثر می‌گذارند. معهازا سطوح واقعی هورمون آزاد پلاسما در حد طبیعی حفظ می‌شود که این مسئله گویای یک سیستم کنترل پسنورد یا فیدبک کنترل است. متابولیسم محیطی هورمون های تایروید. مسیر اصلی متابولیسم محیطی تایروکسین دی آیودینیشن است. دی آیودینیشن T4 ممکن است به صورت مونو دی آیودینیشن حلقه خارجی باشد. دی آیودینیشن داره میدید T4 یه یود بعد از دست بده دیگه، یعنی داره مونو دی آیوده میشه. بعد گفته که این مونو دی آیودینیشن که حاصل آن تیتیری است که 3 تا 4 مرتبه پرقدرت تر از T4 تیتیری. برعکس هرگاه دی آیودینیشن در حلقه داخلی ایجاد بشه، داری میبینی؟ میشه ریورس تیتیری. حاصل آن تیری آیودو تایرونین ریورس یا ریورس تیتیری آر تیتیری خواهد بود که از نظر متابولیک غیر فعاله. داروهای نظیر ایپودات، بتا بلاکر و کورتیکو استروئید ها و نیز بیماری های شدید یا روزداری باعث مهار 5 پرایم دی آیودینیز لازم برای تبلت T4 به T3 شده که در نتیجه مقادیر استرومی T3 کم و ریورس T3 زیاد میگردد. داریه چی؟ ایپودات که من نمیدونم چیه ایپودات. بتا بلاکر و کورتیکو استروئید ها باعث چی میشن؟ اینکتیویشن میشن. جدول 38.1 مقادیر طبیعی هورمون های تایرویدی در سرم را نشان می دهد. مقادیر پایین تیتیری و ریورس تیتیری در سرم افراد سالم به علت کلیرانس متابولیک زیاد این دو ترکیب می باشد. ارزیابی عملکرد تایروید. آنزمون هایی که در ارزیابی عملکرد تایروید به کار می روند در جدول 38.2 آورده شده‌اند.
خب اول بیان جلسه 38 رو بخونیم. گفته که خلاصه از کاینتیک هورمون تایروید. حجم توزیع T4 10 لیتر، T3 40 لیتر. پس T3 بیشتره. می‌بینی حجم توزیعش، یعنی volume of distribution. ذخیره خارج تایرویدی T4 800 میکروگرم، T3 54 میکروگرم. تولید روزانه T4 75 میکروگرم، T3 25 میکروگرم. پس T4 بیشتر تولید میشه. چون T3 بعد از T4 لازم. درصد باز چرخش روزانه T4 10%، T3 60%. کلیرانس T4 1.1 لیتر روزانه، T3 24 لیتر روزانه. نیمه عمر بیولوژیک T4 7 روز، T3 1 روز. سطوح سرومی تام 5 تا 12 میکروگرم T4، ولی T3 70 تا 132 نانوگرم پر دسیلیتر. سطح سرومی آزاد 0.7 تا 1.86. درصد اتصال به پروتئین T4 99.96% به TBG باند میشه، به تایروکسین بیندینگ گلوبولین، ولی اون 99.96 یعنی جفتشون باند میشن دیگه. قدرت بیولوژیکی T4 1، T3 4، یعنی قدرتش با T3 4 برابر. و میزان جذب خوراکی 80%، 95%. پس این 5-1 چی بود اینجا گفت؟ گفت نسبت T4 به T3 در تایروگلوبولین T4 بیشتره، یعنی T4 بیشتر باند میشه، 5-1 هست. یعنی اینکه 99.96 این 99.6 اینا تقسیم کرده، گفته T4 پس 5 برابر به تایروگلوبولین باند میشه، ولی قدرت بیولوژیکه بگو T3 بیشتره. چرا؟ چون اون بیشتر باند شده پس آزاد نیست. چون داری میبینی این 10 لیتر ولیوم داره ولی این 40 لیتره. میزان جذب خوراکی T4 80%، T3 95%. حالا گفته آزمون هایی که در ارزیابی عمل کرده تایروید به کار می روند، جدول 38-2. بله، آزمون ها رو نگاه کن. نام آزمایش: مقدار کل تایروکسین به روش RIA. مقادیر در هایپرتایرویدی زیاد شده، مقدار کل تایروکسین تو هایپرتایرویدی زیاد شده، تو هایپوتایرویدی کم شده. مقدار دبیش 5 تا 12 میکروگرم بوده. مقدار کل تری آیود و تایرونین به روش RIA. گفته که کلا مقدار تری آیود و تایرونین در هایپرتایرویدی زیاد شده، تو هایپوتایرویدی نرمال بوده یا کم شده. و میزان طبیعیش هم 70 تا 132 نانوگرم پر دیسیلیتر بوده. تایروکسین آزاد T4 یا FT4 که گفته FT4 نتایج ممکنه در مشکلات مختلف متفاوت باشد، بازم تو هایپرتایرویدی زیاد شده، تو هایپوتایرویدی کم شده. مقدار طبیعیش هم 0.7 تا 1.86 میلی گرم پر دسیلیتر. T3 آزاد یا فری T3 تو هایپرتایرویدی زیاد شده، تو هایپوتایرویدی کم شده. هورمون تایروتروپیک یا TSH یا تایروید استیمولیتینگ هورمون، اسمش چی میشه؟ تایروتروپیک، تو هایپرتایرویدی کم شده، اونجا زیاد شده. گفته به استثنای هایپوتایرویدی مرکزی. پس تایروید استیمولیتینگ هورمون دیگه استیمولیت نمی کنه، چون طرف هایپرتایرویده، واسه چی استیمولیتش کنه؟ پس تو هایپرتایروید که تیروید پرکاره، ما احتیاج به استیمولیتور نداری، پس کم میزان استیمولیتورمون TSH. ولی تو هایپوتایروید که تیروید کم کاره، میزان TSH زیاده. برداشت یود 123 رنی رادیوایزوتوپ در 24 ساعت، برداشت یود تو هایپرتایرویدی زیاده چون فعاله، و تو هایپوتایرویدی کمه. اوتو آنتیبادی های تایروگلوبولین تو هایپرتایرویدی معمولا وجود داره و تو هایپو اغلب وجود داره. آنتیبادی های پروکسیدیز تایروید، یعنی TPA تایروید پروکسیدیز آنتیبادی، معمولا وجود داره تو هایپرتایرویدی، ولی تو هایپو اغلب وجود داره. اسکن آیزوتوپ با یود 123 یا تکتونیومیت 99 متا 99MTCO4 یا تکتونیومیت چی؟ 99 متا در هایپرتایرویدی اسکنش بزرگی منتشر غده رو نشون میده، ولی برای هایپو اصلا آزمون موردی نداره. بایوپسی آسپیریشن با سوزن ظریف FNA آزمون نداره تو جفتش، یعنی تو جفتش موردی نداره. تایروگلوبولین سروم بازم تو جفتش آزمون موردی ندارد. کلسیتونین سروم موردی ندارد. آنتیبادی های محرک گیرنده TSH کمتر از 125%. چرا کمتر از 125% آنتیبادی های محرک گیرنده TSH؟ چون گفت TSH کم شده تو هایپرتایرویدی، پس آنتیبادی های محرکش هم کمتر از 125%. و آزمون موردی ندارد در هایپوتایرویدی، و گفته در بیماری گریوز فقط افزایش پیدا میکنه. خدا این جدول مزخرف بود، یاد نمیگیرم. خب
ارزیابی عملکرد تایروید. ارتباط تایروید با هایپوفیز. کنترل عملکرد تایروید از طریق فیدبک تایروید هایپوفیز در فصل 37 مورد بحث قرار گرفته است. اختصارا سلول‌های هایپوتالاموس هورمون آزادکننده تایروتروپین یا TRH، پس به TRH ریلیزینگ هورمونه که هورمون میگه تایروتروپین، بعد TSH میگه تایروتروپیک. تایروتروپین یا تایروزین ریلیزینگ هورمون را ترشح میکنند. پس هیپوتالاموس خب معلومه TRH میده، بعد هیپوفیز TSH میده که بعد میره به تیروئید. و TRH به داخل مورک های سیستم وریدی باب هیپوفیز ترشح میشود و در قده هیپوفیز TRH موجب تحریک سنتز و آزاد شدن TSH میشه. موجب تحریک سنتز و آزاد شدن هورمون محرک تایروید TSH میگردد. TSH به نوبه خود یک مکانیزم آدنیلیل سیکلیز را در سل تایروید تحریک میکند که موجب افزایش سنتز و آزاد شدن T4 و T3 میشود. این هورمون های تایرویدی با یک فیدبک نگاتیو در قده هایپوفیز موجب مهار عمل TRH و در قده موجب مهار عمل TRH و در قده هایپوتالاموس موجب مهار سنتز و ترشح TRH میگردن. یعنی T3 یا T4 میرن تو هیپوفیز میگن TRH عمل نکن رو هیپوفیز مهار عمل، و بعد میرن تو هایپوتالاموس میگن TRH اصلا سنتز نشو که بخوای تازه عملم بکنی. سایر هورمون ها و داروها نیز ممکن است برای آزاد شدن TRH و یا TSH اثر بگذارن. تنظیم خودکار یا اتونومیک قده تایروید. قده تایروید خود میتواند میزان جذب یوداید به درون قده و سنتز هورمون ها را از طریق مکانیزم های داخل تایرویدی مستقل از TSH کنترل نماید. این مکانیزم ها در درجه اول وابسته به غلظت یود در داخل خون می باشند. مقادیر فراوان یود عالی شدن یوداید را مهار می نماید. بلوک ولف چایکوف. بلاکچی ولف چایکوف گفته مقادیر فراوان یود عالی شدن، یعنی اورگانیفیکیشن بود دیگه. مقادیر فراوان یود عالی شدن یا اورگانیفیکیشن را مهار می نماید. وقت به این میگن بلاک ولف چایکوف. در بعضی بیماری ها مانند تایرویدایتیس، تایرویدیت هاشیموتو، تایرویدایتیس چی؟ هاشیموتو. این مکانیزم میتواند موجب مهار سنتز هورمون تایروید و هایپوتایرویدی گردد. هایپر تایرویدی ممکن است بر اثر قطع بلاک ولف چایکوف یعنی مهار اورگانیفیکیشن در افراد آسیب پذیر مانند گواتر چند نودولی پدید آید. محرک های غیر طبیعی تایروید. در بیماری گریوز لنفوسیت ها یک آنتیبادی محرک گیرنده TSH به نام TSH-RABSTIM ترشح می کنند که به عنوان ایمیونوگلوبولین محرک تایروید یا تایروید استیمولیتینگ ایمیونوگلوبولین شناخته شده. این ایمیونوگلوبولین به گیرنده TSH پیوند شده و با روشی دقیقاً مشابه با TSH موجب تحریک قده تایروید می گردد. یعنی ایمیونوگلوبولین پس در بیماری گریوز محرک غیر طبیعی تیروید وجود داره. به اون محرک غیر طبیعی میگیم TSI یعنی تایروید استیمولیتینگ ایمیونوگلوبولین که میاد دقیقاً مشابه با TSH موجب تحریک قده میشه. معهازا مدت اثر آن خیلی طولانی تر از TSH و گیرنده های TSH در فیبروسایت های کره چشم نیز یافت شدن که در غلظت های بالا تحریک میشن. اون چیز پس این گوات نیست، این گریوزه که هایپر تایرویدیسم اتفاق میفته. حالا من نمیدونم فارماکولوژی پایه داروهای تایرویدی و ضد تایرویدی. هورمون های تایروید، ساختمان شیمیایی، فرمول ساختمانی تایروکسین و تیروئید و تایرونین و همچنین ریورس تی نشان داده شد. تمام اینها به طور طبیعی به صورت آیزومرهای چپگرد و ال هستند، مثل امینو اسیدا که الن. ایزومر سینتتیک دی تایروکسین تقریبا 4% فعالیت بیولوژیک ایزومر ال یا لوو یا چپگرد داره که این موضوع را در میزان توانایی آنها در مهار ترشح TSH و اصطلاح هایپوتایرویدی مشخص میشه. فارماکوکاینتیک T4 در 12 پس همه ایزومرها چی بودن؟ چپگرد بودن. T4 در دئودنوم و ایلئوم بهتر جذب میشه. جذب آن توسط عوامل داخل روده ای نظر غذا داروها و محیط میکروبی روده تغییر میکنه. بایو اویلیبیلیتی فراورده های خوراکی فعلی ال تایروکسین به طور متوسط 80% بایو اویلیبیلیتیشون. به عکس T3 تقریبا به طور کامل جذب شد 100%، 95%. به نظر میرسد کمکاری خفیف تایروئید تأثیری در جذب T4 و T3
نداشته باشد، یعنی تیروید کم کاره که باشه، ولی تیفور و تیتری جذب میشه از لحاظ خوراکی، ولی ممکن است در میگزدم شدید و همراه با ایلئوس جذب آنها مختل گردد. میگزدم شدید چیه؟ تو موبایلم دیکشنری آف دیزیز دارم ولی الان نمیدونم چجوری پیدا کنم. همه الان 2 دقیقه نخوندیم 20 دقیقه شد. 2 دقیقه نخوندیم 20 دقیقه شد. جذب آنها مختل کرد. این عوامل در تغییر درمان از فرم خوراکی به فرم تزریقی اهمیت داره. بس کسی که ایلئوس داره یا میگزدم شدید داره نمیتونه خوراکی جذب کنه، بس فرم تزریقی بگیره.